E a cassette però ma il nome è Mazzoer. Vale. Lo spasso non può mi dire che è Mazzoer Nabuta. No, in mi sarò core as in mi cassette. برای رادیو صدای مردم میرسه و باز خواست زلمه ایلان میکنن. دوستای ما برشان زنگ میزنن میگه نه در رادیو زنگ میزنن میگه نه انتو یک بچه هستا میخونه و گپا و چیزا. گفتن خیلی که میخونه چرا نمه در رادیو نمه. می نی زمائی تا دمین دنیای غم کاب هم ای دل بری من ها در بری من پرواز نازد بالا پری من غم کفتم بول بخشین دیگه دروازه بسته شد و امی آهنگ در ظرف 5 دقیقه گفت که یک 5 دقیقه وقت داری اگه با خبر شوند ما کل ما رو یک تیک ساب کرده میخوندن یک سلسله آهنگای نو سبک ام داود افتش خواندن به تاجکستان که یکی از کامپوزیتورهای بسیار کلان تاجکستان آقای تابش هلالی برای ما کامپوز کردن و خود ارکستر در اونجا کار کردن ما آهنگای تون بسیارش ماندگار است اما از جمله آهنگای اول آهنگ ای خدا این عالم سوز یا هم بسیار جالب ای خدا این عشق یا لمساز را و ایران مکن من ترک عشق و بازی و ساغر نمی کنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم من ترک عشق و بازی بینده های عزیز سلام آرزو دارم صحت سلامت باشین من داود صدیقی هستم بوته دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد بهار آرزش خط به خون ارغوان دارد. این شعر زیبای حافظ را حتما در قالب آهنگ به صدای گیرا و جذاب احسان امان آوازخوان پرآوازه افغانستان شنیدین. نمیدانم در آن زمان احسان عزیز چرا و به چی دلیل این شعر انتخاب کرده بود که امروز به این موضوع هم پی خواهیم برد. ولی نکته در این است که محتوای این شعر در حال حاضر بیشتر به کمنمایی خود احسان امان برمیخوره تا بی‌وفایی دلدارش. بیاین پای صحبت های احسان امان آوازخوان خوشخوان افغانستان بشینیم غبار نپوشان خورشید احسان عزیز یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادی تا بیاییم مهمان خودت باشیم و هم صحبت خودت باشیم تشکر داود جان قند ما بر روما شما همیشه تعقیب کردیم دیدیم و بسیار خوشبخت هستیم شما اینجا آمدین مهمانی ما را قبول کردیم خواهش میکنم احسان عزیز آمده از کالیفرنیا به ویرجینیا در این مدت کوتاه خواستم که مزاحم وقتشان شوم و بعضی از قصه ها را ازشان بشنوم بعدم زود رفتنی هستند بعض دوستایی که توقع دارند که احسان جان را ببینند شاید نتونن ببیننشان داود جان برات قصه کنم ما حال خو که میبینم غیر میدان تهره و اتاق هتل و استیج و پس در تهره سوار شده از ما از ما زندگی ما هنرمنده ها بشه مثل می کوچی های کابل واره زود دیک شوار میم زود پس میریم باز یک برنامه دیگه است بطس دیک چند وقت از می مسائل هنری بیا کمک کرد دور آل پس بخیر میخوایم که ابت جدی بخیر شروع کنم بشن هر سوال دارم ما کجا های لایتان میتا احسان عزیز یک مدت طولانی میشه که با هنر سر کار دارین. بله. علاقمندان بیشمار در افغانستان و در تمام جهان جایی که افغانا از علاقمند دارین. بله. من میفهم که کار شما وقتی در افغانستان آغاز شد مدت کوتاهی داشتین در افغانستان فعالیت بعد از او بر آمدین. بله. اما در یک مدت بعد از فعالیت های بسیار خوبی هم داشتین که معزود از جریان برنامه یادآوری خود بله. کردم. اما یک مدت میشه شما کار تازه نو نداریم چرا؟ از ما بهتر شد داو جان قم که وقتی که ما امریکاییم در سال 1981 هنوز
موسیقی افغانی تو سازماندهی نشده بود، مثل که امروز است. اگه امروز همه رسانه های تلویزیون از رقم یک سیش که در افغانستان است، از بسیار از یک جای بسیار کوچک شروع شد، تا از یک جای بسیار از یک نقطه بسیار کوچک شروع شد. مردم قدر هم علاقه نداشتند در موسیقی، زیادتر مجالس خصوصی بود. در مجالس خصوصی زیادتر ما کامپوزار جور میکردم، ما و سید مرجان و دوستای ما که دور پیش ما بودن میساختیم، و اینطوری یک رقم چه قسم بگویم، یک شکل بسیار سیستماتیکه که امروز است. ترکایی او سیستم نداشتیم. این یک عمر ترکایی تیر شد، و امی ثبت کست مسافر که آلبوم مسافر میگیم دمو زمان شد که بسیار زیاد بشکلات. اشو اتا شما باور کنین که یک مایکروفون دو نفر دو میوزیشن شیر میکد یک جای. من شام تیرم بسیاری سفر کنم، من شام تیرم بسیاری سفر کنم، تا از دیار صبح اتنا ای گذر کنم، من شام تیرم بسیاری سفر کنم. بسیار برامون شرایط بسیار زیاد مشکل بود. خدا به بسیار زحمات یا اون سی دی را ما ثبت کردیم. اون وقتا می ریل میگفتن تیپ مگناتیک بود، خوب دارم ادیتینگ شوی مسائل خوب کست میشه و یا میشه. این حالا چی شد که ما بسیار خدا چی کردیم، خسته ساختیم در این مرحله. بطور در یک جای رسیدیم که گفتیم که دیگه بس هست، دیگه مثل که شما بسیار میدوین. وقتی که شروع شد این نهضت موسیقی دامین امی کامیونیتی افغانا که شروع شد، ما بسیار خستگی را احساس کردیم، یا کردیم گفتیم خیر آسایسته پیش بریم. ما همیشه کوشش کردیم آثار هنری که مثلا به بازار عرضه کردیم بسیار سر زحمت کشیده شده. ولا اینمی فعالیت های هنری در محافل عروسی ما را اید نماند که زیادتر سرش توجه کنم. حتما امی در می 15 سال و 10 سال گذشته امی مثلا واقع شده. بله. و در 15 سال گذشته یک انقلاب دیگه در دنیا آمد. بله. انقلاب فرهنگی و تکنولوژیک. آه بله بله. برآمدن سلفون امروز. آه. دسترسی گسترده مردم به رسانه های اجتماعی. آه. این مکمل امی فرهنگ. نبود در وقت ما نبود. بله. بله. امی فرهنگ شنیدن و پخش موسیقی را در جهان تغییر داد. تغییر داد. بله. ما شاهد کارهای قبل از رسانه‌های اجتماعی در افغانستان هستم. آدم کار کردیم. بله. ما بسیار به مشکل میتونستیم که هنرمند قانونی بسازیم که او کار بکنه و از او کار یک موزی به دست بیاره. بله. امروز همین پدیده یوتیوب یا رسانه‌های اجتماعی دیگر بسیار کمک میکنه به صنعت موسیقی و به هنر. بله. که هنرمند میتونه خودش از همیشه زحمتی که میکشه پاداش به دست بیاره. بله. و بسیار تشویق میکنه این کار. و در این مرحله شما کمکار شدین و خوب است دلیلش شنیدیم که ملامتتان نمیکنیم. امیس ملامتتان نمیکنیم. شار دو شار از این مملکت دو مملکت به حد ما را خسته ساخته بود. دو جان خند بار کنین وقتی که با خانه میامدین اول خواهیم سیستم خواه ما خراب شده بود، تا که پس به حال میامدیم برنامه دیگه شروع میشون. بله. ایج ما را فرصت دلد که برین پشتر مایکروفون بشینیم و در عین زمان گفته شما تکنولوژی ها خب پیشرفت نکرده بود که ما مثلا راستن در یوتیوب باشیم، یا راستن سوفول نبرامده بود و گپایا نبرامده بود که راستن ما بتانیم عمد آنم بتانیم یک خواندن ثبت کنیم و تقدیم عرضه بازار موسیقی کنیم. در می سال های 2008 و 2009 یا در اوت یک دلسردی عجیب و غریب بر من رخ داد که شخصا من هیچ کس هم ملامت نمیکنم، خود ملامت میکنم که بیاین که آله اگر به عنوان یک علاقه من تو دست خواهش کنم که بله اگر دوباره آغاز کنیم آیا علاقه دارین؟ یک سوال بسیار خوب کردین. ما از یک نسل دیگه هستیم. ابی دوران طلایی افغانستان میگن از او وقت هستیم که آمزای جانشان بود و بله. موسیقی دیگر رقم بود و شعر بود و
او فرهنگ بود و آن هم هست، اما وقت شاید زیادتر بهتر بوده باشد. ما از اون نسل هستیم. آن در قالب از این موسیقی های نو و موسیقی های تصویری و یا برای ما بسیار زیاد مشکل است که خواهد در این قالب داخل کنیم. اما این می دوره نو که بخیر شروع میکنم با بیخی آهنگ های جدیدی که اصلا هیچ کس نشنیده و دیگه اید نمیخوایم که کپی بخوانم، اید نمیخوایم که هندی بخوانم، کپی هندی باشه یا ترجمه هندی باشه، آقا در کلا محفل خصوصی مردم جمع شده باشن بخوانم، اما میخوایم که کل کارم اوریجینال باشه. و بعض مسائل از اون خاطر است که امی دو سفر آخری در تاجیکستان کردم، برای من آهنگای تاجیکی بسیار جالب است، حتی هم فارسی بسیار جالب، ترکیب کلمات فارسیش بسیار جالب است، فارسی بسیار خالص که وا دارن از دوران رودکی و یا هنوز اون مسائل شما هم هواهای شعری و چیزها رو شما میبینین در اونجا در فرهنگشان میبینین. یک سلسله آهنگای نو ثبت کردیم در 7-8 خواندن به تاجیکستان که یکی از کامپوزیتورهای بسیار کلان تاجیکستان آقای تابش هلالی برای ما کامپوز کردن و خود ارکستر در اونجا کار کردن. و اینه میره میخوایم که تقدیم بازار هنر بسازم و در پولیش یک سلسله آهنگای دیگه بود که تقریبا در حدود باور کنید خویگان کسا هم خواهد بگوین که لاف میزن اشتورست در حدود 100 تا 120 آهنگای بود که هیچ اصلا نبرا وده که خودم کامپوز کرده بودم، که اولا میخوایم به شکل کست مسافر یک گیتار یک تبلا و یک دن ارومنیا بخیر بکشمش. پیش کاکن میزد سنگی سخن میگو تیشا کوکن میزد سنگی سخن میگفت کار عشق دشوار است پشت گپ چی میگردی کار عشق دشوار است پشت گپ چی میگردی یار من دل آزار است پشت گپ چی میگردی ظالم و ستمگار است پشت گپ چی میگردی. کموری از گذشته یاد میکنیم. بله. اگرچه ماشاءالله مصاحبه های زیاد انجام دادین، هوایتون مردم شنیده، باز هم احسان همون چگونه به موسیقی روی آورده که بیره بفامیم ما. چی بود؟ آیا در کودکی موسیقی را خوش داشتین؟ کسی را شنیدین؟ در خانواده چیزی گفت بود؟ کمیش از این بر ما قصه کنیم. از ما انفلوینس کلان در زندگی ما پدرم بوده خدا بخشش. باب این بسار یک انسان سریله بود بسار زد. خب البته اینه نمیخواست که ما در دنیای هنر برم، اما خوش داشت که ما خواندن سعی یاد بگیرم. اتو تمرینای آواز مشکل سر من تمرینا میکرد. عین یادم از سن 5 ساله 6 ساله بودم. دست خود سر یک پرده ارمونی هم میماند میگفت که لاله آوازت بکش، چه قسم نفس باید بکشی، باید سر سر باشی یا باشی. و کل آلات موسیقی را که از تبله گرفته تا ستار بار کنیم کلش را برای من گرفته بود که من کار میکردم. بسیار زیاد خوش داشت که من و تاوی بسیار وقتی که ما فعال میخوندم در وقتایی که محفل های آرسی بود میگو بچین به انوزان بی سر استی عوازت سر نیسته، بسیار گوش سر داشت و خودش بسیار رباب نواز بسیار بایر بود، یک از شاگردهای تاپ استاد مانمر بودن و یاد من باویم که رباب سر میکردم تو شرنگس امی تارای زیر کسا و تارای بالا چیم رباب باویم بسیار علاقه داشت که من در ساز بفانم و از کل چیزها را تقریبا از پدرم یاد گرفتیم و بابیم سرم تمرین میکرد، تمرین های بسیار سخت آواز که چقسم بلند میکنین، چقسم پخش میکنین، لرزه ویبرارو که میگن مثلا ادای شیر که شیر چقسم ادا باید کنی، چقسم نفس بکشی، این مسائل بسیار پروفشنال چون خودش کورس های آوازخانی را ایز در وقت که در امریکا تحصیل میکرد گرفته بود. یعنی اوتر آمدیم و بالاخره کار ما به چی کشید در کنسرت های مکتب که میشد باز ما مو او ستاره چی بودم دیگه مکتب در کجا مکتب؟ در لشکرگاه ولایت هلمند. بله باز من یادم هست که 9 ساله بودم اولین کنسرت ما در 9 سالگی در سر استیج ما بود. چیزی خواندین در اون زمان بیاین که آهنگای استاد ناشناس هم میخواندم زمانگار رنگی رخسار زمانگار رنگی با پدرم چون پشتو گب میزدن آهنگای ناشناس استاد ناشناس هم بخواندین همین زمانگار رنگی رخسار مخل کلمر لرین اینه میره میخواندم اولین آهنگ را که ما خواندیم هم بوده در وقت که 9 ساله بودم.
باز مولانا جان یا آنگاه سادی بسار چیره دیگه باز میخوانند که باز مردم بسار تشویق میکردن در اون وقت بسار تشویق میکردن. چگونه کابل آمدین؟ چگونه آیستا آیستا به صنعت موسیقی بگویم یا به هنر موسیقی داخل شدین؟ بله قبل از آهنگ بوته دارم بله وقتی که بابیم بسار اولین همیشه که بر اصرار که میکرد میکرد بچین باید درس تا رو باید اول بخونیم. با خب به مو ارتباط ما آمدم در امتحان کنکور دال صرف دوازدارم در چی خوندم لشکرگاه خوندم. باز آمدم در فاکولته انجینری کنکور کامیاب شده در فاکولته انجینری آمدم. کدام بخش انجینری در؟ در مهندسی. بسیار. بله مهندسی. شروع کردیم من روزم دیگه بچه کتاب بودیم و 24 سال کتاب خواندن بود و درس خواندن یا بود. پدرم خوش داشت که باید ما میشه یک مسئولیت کلام بود برای خودش که اولادم باش که چی نشد. از راه نبرایه یا مثلا در مسائل دیگه که درسش پس نبانه یا. بالاخره اولین کانسپت که دم در صنف دو یا صنف دوی فاکولته انجینری بودم که گفتن که اینه چیست کانسپت فاکولته انجینری است در حدود 300 نفر خود کاندید کرده که ده از او 5 نفر میبرایه باز امتحان آواز باید بده. و یکی از دوستای ما گفت که اینه تو هم خودیم در سر میز که میشینی میخوانی بیا دمی کانسرت خود دمی نامایت نامت رو تیمه افتم نیم من هیچ یاد ندارم من هیچ چیز یاد ندارم. خلاصه که رفتم امتحان آواز چی میگرفت؟ مابولا محبوب میگرفت جوانه؟ واب در فاکولته انجینری بودن گفت این بچه این بچه خوب میخوانه. خلاصه از این قاط 200-300 نفر ما را خوش کردن که در کانسرت انجینری فاکولته انجینری ما دیگه در کالای خود جای نمیشدن. سر استیج که برامانم خواندن چیر خانم اولین خواندن بیایید که گلزار دمیده شیر مولانا که است از اما زایر خوانده بله امی خواندن خواهده که یک استقبال شد بایران چرا مردم را استقبال میکنن خود ایت با تجربه استیج یار نداشتم. باز این بطور آستا می رفتیم محفلای خانگی می رفتیم یکان سبتا می شد و گپا باز من آقای غوث زلمه صدای رادیو صدای مردم هم بله جانم. یک کست بر یک خانه را نشد کرد گفت این آهنگای متاسفانه بعد از مرگ چی بود احمد زایر بود گفت این یک آهنگای تازه رسیده از احمد زایر که شما نشدیدش. باز امی چند خانه را من آقای غوث زلمه نشد کرد وقتی که نشد کرد بچه ها زنگ زدن که دیگه یک بچه هست اینه تو رو میخونه چقدر خوب است. امی یک نقطه یک خاطره دارم بله. معزی بله یک کسیت بر آمد که به نام احمد زایر بله واس پس آنها فهمیدن که احمد زایر نبود بله. فکر میکنم خانم انگام هم رایتان خوانده بله با یک چند دفعه بله کشان بله اما بله. یک آهنگ پشتوی بسیار یک شیر شکر یک آهنگ است بله. ای دل بره بله 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 برای سبتان روز هم زمه کدن یام است بسیار خاطر شیرین از او داره ای آهنگ برمده بود و یا هر همی کسید به نام احمد زهر فروخته می شد بله این همی قصه اصلا از اینجا شروع شد دای فیل بینه بین که عقبش را بشنمیم که چی بود این کسید برامد مدی بود که در وقت ما در تیم ملی تنس بودم برزشکار بودم این در قصه موسیقی یا نبودم یکان کالسرت های فاکولته انجینری می شد خب البته محافل خصوصی بود می رفتیم ساز می کردیم یا کلسید مرجانشان یا کلمو اما ترکم تصمیم جدی نداشتیم که خواننده رادیو تلویزیون را کفاشیم و پیش خودم تو فکر میکردم که نه رادیو یک جایی است که ایش امکان نداره که اصلا من در اونجا برم خواننده شما مرا قبول کنند باور کنن دیگه این از این میجه این امی کست ها از اون محافل امی کست در یک از این محافل ثبت شد و ما رفتم در دوشنبه امی تاجکستان رفتیم دوشنبه مرا مسابقات تنس از اون طرف کامنیم که کست دیگه در کل بازار تیت شده در ظرف 20 روز برام کست چی آهنگای آمزار یک تعداد میگنم که ترش درست که بالاخره اینمی سر کار از اینمی کست با رادیو صدای مردم میرسه و باز غوث زلمه اعلان میکنن که این آهنگ آهنگای نشر ناشده احمد زایر است. باز دوستای ما برشان زنگ میزنن میگه نه در رادیو زنگ میزنن میگه نه انتو یک بچه هستا میخوانه و گپا و چیزا گفتن خیلی که میخونه چرا نمه در رادیو نمه بعد دیگه مرا گفتن که برو در رادیو بخون ما گفتم که هیچم کن نداره بیخی میلرزیدم نه رادیو برای من مثل یک چی بود یک هواوارو بود یک جایی که بسار یک عظمت عجیب غریب بود باز رفتم سری گپ میدام فراموش نکنم این مسئله را
امی آهنگ غم مکه و غم مکه اکن انترال هم بود یاد مانده باشه امی یک بسیار کنتری زیبا داره موجه که میگن ایدن برای من غم مکه و غم کم ایسنم تچه بوده تچه خفای می نی زمای تا دمین دنیای غم مکه و غم ای دل برای من آدر برای من پرواز نازد بالا پره من ای دل برای من آدر برای من پرواز نازد بالا پره من غم کفم بول باشین دیگر عزیزا موسیقی واس ایره باید من نمیفهم کدام جای اجرام کردین نه والا از اون وقت تا امروز هیچ نجا من اصلا خواهش میکنم امیر اجرا کنین اویره والا هنگ نگوین کپیز باز نمی کپی خیر او را یک جای اجرا کن امیر بسیار به موسیقی ساده میشه با یک تبلور با یک تبلور اونیه بله خب نیم سر نقطه که بیشتر یاد نکنی خب رفتیم به دوستان ما را گفتم گفتن که نجیم جان نوابی گفت که خیبیاد رادی افغانستان بیا در افغان موزیک این افغان موزیک وقت بعد از اینکه کمونستان میان بله از او وقت او وقت است دوره یا خود آخرای فیزلامین بوده باشه یا شاید شروع ببرک کارمل بوده باشه رفتیم در وقت امین متصدی خود افغان موزیک چی بود آقای بسور جمال بود بله اونجا رفتم دیگه دمی وازده گوتا خک خورد برا بردن در اونجا که زن امتحان باید امتحان آواز باید بتیم که تا در وقت اجازه کس نداشتن چی یک بسای چیز خوب بود حالا خو هیچ امتحان آواز هم نیست راستن شما گد میشین در چی در وقت باز هم امتحان میگرفتن در اینجا نجیم جان هم کد مرفت ما امتحان آواز که دادم پس آورد ناکام کشیدن برای من امتحان آواز کی بود؟ آقای بسور جوال بود زاخیل صاحب بود آقای حامد حسینی بود و پدر انگام جان بود آقای شورانگیز همگی با توافق نظر شما با توافق نظر گفتن که خواهن بطه شاید و مردم های بسیار رسیده بودن حتما کمبودی و کمی و کاستی بوده که من را ناکام کشیدن خدا اینجا پس آمدم من گفتم برو خیره گفته او اول چیزی را که خودم میگفتم که نیچ امکان نداره اول چیز واقعی شد بس آدم نجیم جان مرا گفت که ما چی شد ما گفتم این ترکایی یک گپ شده در بزیر استیلام هم یک چیزک نشته بکنه نشته که شش ماه مشق و تمرین کار دارد اگه بر تو دروغ بوین اویره گرفتیم گفتم بریم خانه بره نه 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 گفت بریم رادی افغانستان ما عارف کیان رو میشناسم رفتیم اونجا رفتیم و دیدم عارف کیان اتفاقا کسی بود که ما در فاکتی اینجوری کنسرت ها که بشد سانستومش چی بکردیم کرا میکردیم ای که برای دید چناخ و ایسان جان به اینجا بشی و چطور چی کار یا تو کلاب خواندن داری؟ ما گفتم نه ما همیال و از امتحان آواز برای آدم ناکام شدیم یا گفت تو زوده که باید یک آهنگ باید تیار کنی که ما امشب در تالار رادیو افغانستان چیسته ثبت است ما گفتم ورا خیلی چطور کنم رفتم خانه دوستم خلیل جان عبوی که پدرش والی کابل بوده یک وقت خدا بخششانه در موجه رفتم همی گفتم یه چی که داری برای ما بده و ما هیچ خبر ندارم که چی را گفتی نمی لیل است همی لیل بگی خوب از کدام خواندن است این نمی خواندن بوده دارم بود این همه طور خودش گفتی نمی تیار است دیگه ما گفتیم خیلی همون هم بده هیچ فرق نداره خویی را گرفتیم آمدیم و یک دانه جاکت از جاکت های از ازارگی بسیار معمول اگیاتون باشه بله بله بسیار هنگ ما دیدیم بله 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 دوستایی که دیدن اگر پیدا کنیم نشان میکنیم نوجان نوجان نفیم بخلم فکر نکنم در قید حیات باشن گفت نه بسیار بد میگه و رقم چی میگن یک کرتی چرمی را مرا پوشاند و گفت که برو در پیش روی کمره استاد شد در این وقت از ما خشای و بچه کاکای میشه صدیق جان علیم متصدی تلویزیون سیار است در سیار در وقت که اوبی وان میگفتن نه اوبی وان میگفتن پس که ما خانه میریم و نفهم چطور از چی کار از بار ما را پس کرین از آمد زایر خاندنش پس کرین و نه آمد زایر نیست یه نک بچه دیگه اینجا بده گفته کی هسته ای که آمد مرا دید مرا شناخت که بچه انجینر امان او خیشا گل بچه ها بین کمره دروازا را بسته کرین کس نبینه دروازا بسته شد و امی آهنگ در ظرف 5 دقیقه گفته که یک
5 دقیقه وقت داری اگه ما خبر شون ما کل ما رو دم یک تیک ساب کردیم خواندن صدا را صدا را در خانه آقای خلیل عبوی من امیره میخواستم بخونم بسیار جالب است بله. اگر موسیقی را بشنوین طبله است که تکاردیون آه بله بله بسیار در یک فضای بسیار انپروفشنال که میگن ثبت شده اما آه بله یک کیفیت جذاب داره من نفهم بمو زمان ارتباط میگیره اگر چه در زمان می ریتم یا طبله را کمک کوی زیاد میدادن آه بسیار بله بله اما امی صدای اکوردیون و طبله بله یک قسم یک پیوندی بر بله. کارهای مزایر هم داره بله. خصوصا اکوردیون در افغانستان بله. بیشتر ارتباط میگیره به احمد زایر بله. و یک هوایی هم داره به مو شکل و یا هنگ سار اگه هنگ جذاب هندی است و بله. شعر زیبای حافظ ده یک انتخاب بسیار جذاب یک سپید شما انتخاب کردین و رفتین ببینین نه او تو نبود امی خلی جان امی دویل بر ما داد که نمیره بگی دیگه یه چیز دیگه نداریم که یک ذره از داخل نظر ضبط آواز یک چیز صحیح باشه این میره گفت بگی ایج ما هم ایج پلان نکردم که نمی خواندن باید باشه چو عاشق شدم گفتم که بردم خود زمانی که کمره در پیشتان می باشه 5 دقیقه وقت داریم ما دستی که در پایین شدیم گفتن حالا بگیرین دیگه باز اصیل جان اینمی امی تیپ اگه وقتا وی سی آر هم نبود وی تی آر بود تیپ های کلان چی بود اینمی در زیر به حال خود گرفت و ایره باز ما چاری زیر میکنم که نشر کنم دیگه تا اینمی دقیقه کل چیزا بسیار غیر قانونی است اونجا بزر امتحان آواز به ناکام شدیم و این اونجا بدون اینجا آمدیم بدون اجازه افغان موزیک ما میخوانم در اینجا یک چند روز تیر شد یک دو سه روز تیر شد دیدم که موتر جیپ روسی در دان خانه استاد شد در وقتا این موتر های جیپ روسی که استاده بیشد دان خانه بله میوردن میکشتن اگر خوزی مادرم بیچاره بسار چی شد گفت که بچه مرا میبرن گفت نه چی رو دی افغانستان هستن اونجا رفتم گفتن فریده جان انواری تو رو خواستن اوه فریده جان انواری دیگه مثل یک امیان هم بسیار اعترام شده دارم در وقت دیگه یک موقف بسیار کلیدی داشتن در خود چی در رادی افغانستان بسیار زد امی زمزمه های شبانگان بود یا که همیشه ما مشنیدیم و تصویرش می آمده تیمی ما رفتیم پیش فریده جان ما ششتیم سلبریتی زمان خود این گپ می زده و این آواز هم ما یک رقم بیاد امی اشعار شد ما نفهم چی میگه گفتم فریده جان ما نفهم شما چی میگه چی میگم مرا او بچه تو کجا بودی تا نه در کجا بودی یا بودی گفت نه نه من چاقوی مدسته پیدا کرد در مقابل افغان موزیک و به خل مناسبات ها چندان چیز خوب نبود باز نمی آهنگ فریده جان نشر کرد این که نشر کرد یک دفعه خواندن اما تر دیشد کلا این نمی شروع کار هنری بود باور کنین ما همیشه گفتیم کل زندگی هنری برای یک سلسله تصادفات بوده که ما هیچ اصلا ما اوره هیچ پیشبینی نکده بودم فکر کنین دفعه وقتی انجینری بالا شدیم در روی ستیج خوندیم در امتحان آواز ناکام شدیم علا برو نجیم جان نوابی سالت کردن علا برو در اونجا یه نمتون کنیم تو که یک دفعه کار و نری و سار میگیرن یه نفعه این سرا؟ بله به خاطر که
خداوند اراده کرده بود که شما احسان امان باشید و همه آهنگای جذاب و خاطره ها بسپارین برای موسیقی افغانستان. البته سرنوشت این بود، همی هم سرشما فکر میکنم دو جان خانم سال گپ جالب زدین. شاید همین دستنی ما همی اینمی باشه که ما در سر استیج بیم بالا شما بخوانم و دل مردم خوش بسازم، به یاد بهترین لحظاتشان ببرم، گیریانشان بتم، خندهشان بتم. ایسا کلام گپ است و باره نپوشان خوشی رو خشیان حیات جاویدانش که حسن جاویدان دار که حسن جاویدان دار. گفتم میشه نظر به گفته های بزرگای ما که آمدن شما نشر امی آهنگتان در یک زمانی که خلایی که بعد از وفات احمد ظاهر ایجاد شده بود، اما یک صدا و یک موسیقی که ارتباط به احمد ظاهر میگرفت، با آمدن شما یک قسم مردم احساس کردند که یک چهره تازه که تا حد همو حال هوا را داره به افغانستان آمد. ما تا اونا بودم سید عمر جان هم بود، سید عمر جان بودن و نتیجان جان جان نوابی یک آهنگ بسیار خوبشان که آبی بخواد آهنگ آبی بخواد نیمی های اگه امیدواری پس پیدا شد. امینا بدون شخص آقای سید عمر که یاد مانه را هنرمند خوش آواز ما نجیم جان نوابی به می شکل آهنگ آبی بقایشان وقتی که نشر می شد، ما به یاد دارم امی آهنگ آبی بقا را که از آقای نجیم نوابی نشر می شد، اموز حرکاتشان و موسیقیشان و تا حد ادایش آهنگشان همخوانی داشت و باعث میشد که مردم کمی خوش شوند که ولا نه اگر اندازه رفت ممکن کسای دیگه باشند که اون مشعل نگاه کنند بله، پیش بره. و این بسیار تاثیر جالب داشت و شما از جمله هم کسای هستین که این خلا را تا حد تانستین پر کنند. و یک چیز دیگر که من به عنوان یک علاقمندتان میگم، بسیار آواز جذاب گیرا دارن. خوش میکنم جدی بر ما هیچ وقت آواز خودش دیده نمیتونم یک صدای مزدار دارین. تشکر. با ویژه مرا آهنگای آرامتان بسیار زیاد خوشم میاد، غزلهایتان بسیار زیاد مرا خوشم میاد. خب من میفهم که یک آهنگ دیگر هم کوتاه میشه سرش مکس میکنیم. سرگذشت آهنگ بوتی دارم بسیار جالب بود، ولی من نمیفهمیدم، شاید بیندا میفهمید جای دیگه گفته بودین نگفته بودین نمیفهم. کم تو این طرف به بعضی اینترویو دیگه گفته بودم مطالبه بسیار به مو دیتیلش مفت. به هر حال میایم یک آهنگ دیگه تون، ما آهنگتون بسیارش ماندگار است، اما از جمله آهنگای اول تا آهنگ ای خدا این عالم سوز یا مسافر جالب ای خدا این عشق لمس و زرا ویران مکن شعله کن در نها دم بی خودی بی جان مکن ای آهنگ بسیار جالب است که اصلا بیادر خدا باششان بیادر عبدالله اعتمادی که شیرجان نامشان بود که درام میزن بودن درامر آمد زایر بودن، اون برم آمد که او باشه بیا که آهنگ نو پیدا کرده از فیلم عبدالله فیلم اندیس ایره که ماند امی دستی کده امی شیرشه من خودم به دست خود با او ایره ترجمه کردم تحت لفظی ترجمه کردمش، اما باز قصر بشکنیم ای آهنگ ثبت کردیم در اونجا در خانه دوستم شیرجان شیرزوی نام داره در اونجا ثبتش کردیم و راستن چون دیگه حال این وقت دیگه آهنگ بوتی داره هم براواده بعض تماس های هست که شخصیت های خود رادیو تلویزیون که میتاریم آهنگ خود بدون امکان بتیم نه دیگه رفتیم یه آهنگ بردیم و یه آهنگ در پروگرام جوانان سهیلا ازغری بله یادم است خوب بله این آهنگ نشد کرد یک دو سه روز تیر شد فریده جان انواری برای من زنگ زدن گفتن که تو بیا تو که بسای اینجا پرابلم شده گو باشه ما رو نزدیک تو در بندیگری انداختی گفت چی خب بعض
جایش او وقتا کل اشعار از زیر نظر یک کمیته تیر بشد، باز میگفتن که نه یا آهنگ به نظام برمیخوره یا مسائل دیگه بود. از اخیر نظر شیری چون خودم یک بچه بودم که در زندگی ما شیر نگفته بودم، اوی تطر لفظی ای خدا این فیصله از تو با ما منظور است، نه یک فارسی ترسی نیست از اخیر نظر شیر و ادبیات. یا این رو تو خوانده بودم، ما قدر به دسترسی نداشتم یا مهارت نداشتم منو شیر کرد. چی بودم انتقادشان دین که بفهم؟ بله، از اخیر نظر شیری هر فیصله از تو با ما منظور است ایچه رقم کلمه ایتم نمیخوانه کلمان در پرد. او اصل فیلم دی بود که ای خدا هر فیصله تیرا مچه منظوره بایم ترکویی های رو بود او ترکویی ترجمه کرده بودیمش. خلاصه یوهنگ ایرامتر بمی رقم ادبیات بسیار ضعیف که من خودم شعر نشته کردم ای تیر شد یوهنگ، اما بسیار یک دفعه یوهنگ اما تر رقم آهنگ بوده دارم از روام که در قوی تر افتید بمی کل نارسایی هایی که در یوهنگ بود. دیم فریده جان برما زنگ زن که او بشه تو بیاد چی حال است گفت آقای رئیس رادیو افغانستان لطیف ناظمی ایره تو را خواسته که تو را میخواه شخصا ببینه که شاید بسیار گپا خراب شود. ما من گفتم باشی شکر بده گرد دیگه اونجا خود خوی تو چطور تیر کردی؟ یا هنگ چه قسم تیر شده و تو چرا رفتی پیش سوائلا از غریب؟ یا من گفتم ما نیفهمم و همطور که کلی چیزا برابر شد کمان دیگه خود من نیفهمیدم سیستم قوانین شما و یاره که رفتیم فریده جان مرا برد در دفتر آقای لطیف ناظمی مرا برد همینجا ششتیم. آقای لطیف ناظمی سعی کرد گفت احسان جان گفت ما اینجا یک سلسله قوانین داریم، اینجا خو آسیا نیست، این دمی کلمه آسیا نیست که هر کس باید گنده و خدا پرده که بگی آرکو همین کلمه ایش آدم من. خب ما گفتم امی سعی یک دفعه یه آنگه شما بشتهیم یک دفعه امی آنگه شما بفهمیم گفت نیر ما قطعا چی نمیکنم. یا خلاصه فریده جان اصرار کرده و اول دمی ریل اکسپت شده و دمی را آوردیم یک دانه دمی دفترش یک دانه زمی تیپ های اسکم یا تیک که چی ماندگی بوده میره انداختن و ایره که شنیدم تو یک دفعه یادم در چرت رفت، یعنی در خود شور داد یک کرد دیدم که بیخی وضعتش تغییر کرد. گفت خیلی بیا کار دیگه میکنیم. گفت خیلی شعرش هم جور میکنم. ای خدا این عشق عالم سوز را ویران مکن شعر آقای لطیف ناظمی است. بسیار مقبول. آتش کان در نهادم ریختی ویران مکن. شعر چقدر مقبول آمد. بازی آهنگ رفتیم باز ما از سر ثبت کردیم خواندم از سر ثبت کردیم باز آوردیم یه آهنگ باز فریده جان نشد کرد. ای خدا من بی قرار ریا فتا و ما فتا ای خدا من بی آفتا بم راز من پنهان مکن پنهان مکن الله. این رقم قصه اینه نزدیک سر از یه آهنگ شاید بندی می شدم برای زی که میگه تو چطور یه آهنگ تیر کردی از این مرایل چی که بدون سانسور و بدون کل مسائل دیگه. بسیار دلچسب بود این که چگونه کارتان چگونه آغاز شد به عنوان یک من ماشاءالله دارم دارای زیاد دارین حالا کمن زیاد دارین آن میای ما سایستا به بیرون اگر چه کم اشاره رساندین ابتدا که ابتدا به مشکل آغاز کردین امکانات بله بر ثبت نوازنده سیدیو بر ثبت مسائل کمتر بود اما باز هم تانستید منفق شدین امی البوم بلو مود بلو مود بله بله خوبی هستم میخوام یک کمک کورس از ببیچیم به خاطر که همین طرزی که ثبت کردین تبله و سنتور بله سنتور است فکر سنتور است که کیبورد کار شده بله امی موسیقی طور است که همین صدا خوب برجسته است لوازه کار شده از همین کارهای است که بسیار آلات موسیقی زیاد صدا را زیر نگرفته آشنایا گرم خون بخورم آشنایان رهش گرم خون بخورم
شکایت سوی بیگان روم ناکسم گر به شکایت سوی بیگان روم دیگران چه که روم خیل و فرزان روم. دو جان یکی از بیترین پرودکشن های ما بوده و وام با مو یک سلسله تصادفات که ما قصه کردیم یک وقت شد که همین دوزادوزی کست و سی دی یا بسا شروع شد دیگه دوزی میکردن خاندان هایم قبل از انترنت از وقت از انترنت یا سی نبر آمده بود در وقت ما سی دی ثبت میکردیم و دوکاندار هایی که بودن مثلا یک کسایی بودن که مثلا زیاد دمی کارهای سی دی را میکردن آمدیم بسا پیسه خوب میدادن ما را دمی وقت یک سلسله کسایی که سرقت میکردن همی خاندان ها را میرفتن از محافل ثبت میکردن بازور جمع میکردن باز او را یک سی دی میساختن باز در بازار میفروختن و مخصوصا دمی وقت اگه نو این مود آهنگای مست و رقص و ترسک یاد اگه نو شروع شده بود یا می آمدن از سنهای آرسی ثبت میکردن باز میرفتن یک سی دی میکردن و میکشیدن بعد فتن یک سی دی ما برآمد به حساب دوزی بسار زاد من رنج داد تون باید یک کار کنم که یک کار جالب هم باشه و در عین زمان یک هوای دیگه داشته باشه چرا اگر ما پس به می حساب کست مست یا میکشیدم و مثل یه که شما پس دوز سپورت میکنید نه هم طور یک چیزی میشد و گفتم های چی کار کنم دفتن به فکر از یه افتیدم که بین در امی جوش و موج آهنگای مست یک کست غزل میخوایم یک سیدی غزل بتشم و یک چند آهنگ داشتم که کامپوز کرده بودم از این دوستا یک آنچه که محفل میشتیم که دوستای ما یک چند کامپوز داشتیم ایره گرفتم راسم ایره همتون یک پنج یا چهار آهنگشن که گرزین منزل ویران گرزین منزل ویران در خانه دوست بسار عزیزم سلاودین جان زکریا که فعلا بسار از یک از آهنگسازای بسار موفق ماستن خانه زیاد رفتیم و آهنگ دوام در اونجا ما کمپوز کردن در سال 1981 در شیر کمپوز خودم است و شیرش از حافظ است شیر از این منظر باز اینیم یه آهنگ همون گفتیم خیلی بینیم یه آهنگ همون گد کنیم داشت و یکی آهنگ یک دوسری آهنگ دیگر هم که کمپوز های خودم بود یک دوستم ویس جان احمد میکنه او رو ورمت چی کرده بود یک آهنگ کمپوز کرده بود موسیقی را که ما ترتیب کردم مثلا چیز جالب به نظر آمد آواز هم تا زنده در پیش روی و گفتم خیلی نالی در پولیش باید هم تر یک تبله دوسار عجیب و غریب باشد نه نوختش استاد تاریخان است دست شکر خوب به یکی از بزرگترین ستاره های موزیشن های امین تبله نواز های دنیا است دیگه استاد تاریخان زین سفر گر و سلام با وطن باز رسم نظر کردم که هم از رو با میخانه روم نظر کردم که هم از رو با میخانه روم دیگران چه که روم خیل و فرزان روم ای سی دی وقتی که برآمد کلی میگفتن که خلاص ده ایسان خودکشی و نری کرد دیگه خلاص شد بعضی که در وقت جوش خاندان های مست هست کریمی برای آرسی ها میکشن و مرچی ره برای آرسی ها آهنگ میسازن گفتن نه اما باور کنه یک رقم ای سی دی هد کرد گر از این منزل ویران بله به سوی خانه رو آه بله چی زیبا شعری آه بله من چی دیدم اوج مهاجرت ما از ما باور کنین که یک سلسله آهنگای رو ساختیم کلش از درد دل بوده اتر نبوده که گفته یکان کسا حالتی شیشته باشیم یک آهنگ بین کمپوز کنیم یک خواندن بسازیم گر از این منزل ویران به سوی خان اینه میره
و شیرش دفتر این کتاب حافظه اینکه مواز کنم چی حافظه اینمی شیر اومد باور کنیدم یک اینم تکوازش کردم اینمی گرزین گفته اینمی خواندن در روش ترزم میسازم بازم این ترزم ما ساختیم ساختیم و ای آهنگ در اون وقت مان دیگه همه ترکایی مان باز اینمی باز چی کردیم پروفشنلی با ثبتش کردیم بسیار خوب بیم سر آهنگ دیگه از این البوم ای سینه امشب از غمش فریاد کن فریاد کن ای سینه امشب از غمش فریاد کن فریاد کن وی دیدن در ماتمش بیداد کن بیداد کن دوست ما که الان بیچاره چند وقت بیشتر کشته شد اجمل فاروقی ای جی می گفتنش در اونجا یکی از برادرکای خوردم بود که ما در همیشه در سر استیج می بود باز که نجیم جان هم همیشه همکاری میکرد کیبورد کار میکرد این یک کنسرت است در سان فرانسیسکو کنسرت ها این بچه سر استیج بالا شد خاطرش بسا پریشان بود در بود کنسرت کنسرت هم بسا مردم آمدن و هم گفته یکان تا سولد اوت است در پا و چیزا و یا دمی آخر که می کنسرت خلاص شد یک دفعه این بچه تو باغ زد فرد بغلم تو مرا محکم گرفت گفت که این وقتی که ما سر استیج بودیم برای ما زنگ آمد که خوار مره کشته شد در تصادف دست تصادم ترافیکی خداوند ببخشش باز ما همی خوانده را به حساب از او که بیچاره در او حالت خوارش در بود این در استیج کرد ما کانه فداکاری یک هنرمند نشان میتیم که نخواست که پروگرام ما خراب شد مجبور بود که ما کیبورد بزنه باز من این آهنگ برای از او ساخت و میخواندن این خانه گر زرفتنش ویرانش ای خدا جنت به نام پاک و آباد کن آباد کن و شعرش هم خو یک الهام گرفتیم از باشین از دام شاعر است از من شاعر شاعر نیست کمک رو الهام گرفتیم باز با خوان شعرش هم خودم نشته کرده تقریبا بر آهنگای رفیر چه کمک بولده اینجا اجرا کرده آره آره از ما و ما تا جایی که مصاحبه گذشته تون شنیدیم بله. شما علاقمند محمد رفیع هم بودیم اصلا بله خب آمد ظاهر جان یک پدیده بسیار بزرگ هنری موسیقی افغانستان بوده که در زندگی ما بسیار تاثیر داشته اما ما آوازخوانی رو بروی آهنگای محمد رفیع صاحب یاد گرفتیم او شکل ادایش و شکل موسیقیش سبک خود آواز خودش بود همین آهنگ بهار و پول برسا و موج دنیا والو را بسیار مقبول بسیار زیبا اجرا کرده بله. من یک کار کرده بودم با اقمی اگه آهنگتان بله. این آهنگ موج دنیا والو را یک کمک واره ای را من امی پیچ شپانان آورده بودم خلو شوان ای بسیار اما تو خلو مزه دارده مجه دنیا والا شرابی نسمجا میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے جہوے خودی میں قدم لڑکڑا ہے وہی راہ مجھ کو دکھائی گئی ہے مجھے دنیا بار ما با دوستایی که آهنگ شنیدن یک چی میتونم یک نقل می ایره یک کمک وره کسایی که میخوان صدا را که کمک وره سلو بسازه این ایره بسیار بسیار این کارا رو ما کردیم یکان کارا رو ما کردیم دو وقت ما میخواستیم چون بسیار جوان بودیم سر ما کم بود باز میخواستیم که آواز بره خلق آواز ظاهر بره گوش شود باز تیپ از تیپایی بود که پچه میتونستم داخل به تینا ایره من پچه کم تغییر داده بودم میشه بسیار مزه میداد یک خاطره بسیار جالب از این نشه مه و لیکن مجه یه خبر هی که از زندگی من سبی پی رهه و یک آهنگ دیگه از این مجموعه که چی شعر تصوفی خوبی هم هست میرزو یا دوست دارم از کرم در منی بله. چاره نظر بله. کن بله. نفسی
از کرم در من بیچار، نظر کن نفسی که ندارم بجز از لطف تو فریاد رسی. از کرم در من بیچار. گفت باید مطابق باید 8 آهنگ یا 7 آهنگ باشه، یک آهنگ کم بود بود دیگه. ما پالیده می رفتیم در اشعار می شعر عراقی، اصلا شعر عراقی است ای دفتن می شعره که دیدم گفتم امی هوای یک دفت امی راگ مدوانتی امی هوایش آمد، اما تر اونو موجد امی ظرف 5 دفعه ساختیمش را آسان ثبتش کرد. بله بله، اینی می آن باور کنین که بروی یک سلسله و یک سلسله تصادفات که واقع می شه و این آهنگ بسیار زیاد با می علقه های غزل و چیزا و یاد چون بر روی راگ مدوانتی کلاسیکال که ما کوره تاج کلاسیکال هم داشت بسیار زیاد تهوادار آمد، بسیار خوبش آمد. این آمد رو گفتیم که پرتیم گوش کن که امی آلبوم تکمیل شد که رفی جان بگیره و نشرش کنه. بسیار شعر زیباست برای کش دارم. و شعر دیگه که چندین آوازخوان ما شعر خواندن اما دمی آلبوم شما ایره بسیار مقبول خواندن، من ترک عشق و بازی و ساغر نمیکنم. خیر تغییر هم دیگه کمش شعر بله کمانه بله اما یا از حافظ است بله شعر حافظ است بسیار مدار آهنگ است همی هم تو بازی و بازی و ساغر نمیکنم. باغ بهشت و سایه تو باب و قصر هور، با خاک کوی دوست برابر نمیکنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم، من ترک عشق و بازی. ای آهنگ حسن کامپوز از جگجیت سینگ است. بله جگجیت سینگ است. بله ملی کر جدا ہوئے نہ سویا کرے گے ہم ایک دوسرے کے. ما امتر یک چیز داره باز بایره من بازمین بیشکی با اون رقم در راگ جوب بود بسیار خوش آمد برزی که چیز داره ما ترای کردم بسیار راگایی که قدر در موسیقی افغانی ما شما دیده نمیشه، مثلا راگ جوب بسیار کم غیری که استاد بزرگ ما سران صاحب خونده باشن جوگ بسیار کم کامپوز شده، راگ ما دوانتی بسیار کم کامپوز شده. یکی بودم ای رشکی گلها دادی فریبان میده راگ مدوانتیس و یک آهنگ دگام که احمد زایر جان بود که زبست به یاد تو هر شب خدا خدا کردم. یام به راگ مدوانتیس بعضی چیزها را گفتم ترای کنیم که مردم گوشاشن عادت کنه و چیزهای کمان کار متفاوت تر کارهایی که تازه به دست دارین از جمله همه قسم آهنگ هست یا آهنگ های این بیخی یک هوای دیگه هست ایتون هست نوجان شاید بسیار مورد انتقادم قرار بگیرم و ما او رو بسیار فش دارم که یک کار مورد انتقاد قرار بگیره که باز یک هنرمند رای خود خوبتر پیدا کنه میتونه. منم همچو شمه که عمرم سرایم، منم همچو شمه که عمرم سرایم، باو گوتا بیبا نمانده از فارسر، نمانده از فارسر، مریضم مریضم مریض محر. نیسان جان این برادر خود میمان ما هستی و از ما میزبانی میکنی دوستای عزیز، ما خواستیم که در فضای آزاد بشینیم، ماه جولای است، هوا گرم است بسیار، هوای ابری خوب بود و تا احتمال ازی بود که باران بباره، ما میترسیم گفتیم بیا داخل میشینیم، اما هوای ابری دیدیم گفتیم بیاد بیرون یک فضا خوب است. بازم خوب گوش میخوانه باری بود که بشن که رد و برق چومه یک شمالت میزو خوب شده اما قدر اون اون یک گن شد که بیشید که نه ما کوش میکنیم که تربوز سر بخوریم که یک کم حرارت بدن ما پایین بیاد. به هر حال بله میایم سر ازی که منتظر کارهای نوتان هستیم
یک توقعی وجود داره احسان عزیز، بیا که هم تو وطنکی هم رایت گپ بزنم. یک توقع وجود داره به خاطر که مردم دوستان داره. بله. کارهای کردین که یک همو احساس رابطی را بین قلب ها ایجاد کردین. بله. اون مردم میخواه که باز همون رابطه ها ایجاد شوه. اتفاقا رو جان قند این دفعه بساید کار خود جدیستم. یک اتو یک قسم فکر میکنم که شاید بساید عمر کم مانده باشنی. در آخر همیشه چیزایی که اون سفر آخری که میگن ما باز یک مزاق خبرتر. یکان فیلم ها را ببینید، فیلم های امریکایی پولیسی را که میبینید نشان میتونه یک همی کسایی که بانک دزی میکنند وقصید دیگه اجازه است که بسه نمیشه راحت باشد باز یا پیر میشن و از او بانک دزای بانک بسه غرفهی میباشند باز میگن که در آخر میگن I want to do one last job یک آخره یک دوزی آخره میکنم باز برس بکنم باز در بود جیر بید آل از ما بودن همی یک دوره دیگه این دفعه بسا به صورت اصولیش که یک تیم میخوایم بره فعلا یک سیستم منجمنت است که ما کار میکنه به نام محلی انترتینمنت وقت مثلا کل مسائل چیره مسائل سوشال میدیا و صفحات اجتماعی مره اداره میکنن بله و خود گروپ اونری ما هم کسایی که ما کار میکنن که از طریق تزمی خانه دوست بخیر شروع میکنیم اینمیش سیستم که شما گفتین یک چیز بسیار شکل بسیار ساده که تبله و گیتار و یک درجه بالاتر رقم کست بلوبود داره یکان آهنگای خود میخوایم که بکشم و دیگه پروژه تاجیکستان است که بسیار زیاد از ایباد مصروف میشم شاید هر روز شاید به چشم مردم باشم این دفعه ما بسیار در قسمت کارهای نوی خود بسیار تنبلی کردیم به ایجای شک نیست دوستای ما، فامیل ما، کلی ما این یک سلسل انتقاد است که سر ما است اما این دفعه میخوایم امون کار نشه دیگه زیادتر فعال باشم و این دفعه کوشش دارم که کل آهنگای ما اوریجینال باید باشه کامپوز نو باشه حتی شعر نو باشه خب اشعاری که شاید از یگان کتاب ها شاید بگیریم اما اشعار باشه که هیچ خونده نشده باشه بسیار بله من هم میخوام تا حد آخر کوشش میکنم که تصنیف های خان فلم های ایندی ویا را برای چند وقت در طاق و بالا بانیم کوشش کنیم کارای باشه که هیچ کس نشنیده باشه بسیار اینا ببینیم که انعکاساتش چی میشه یا دیگه بله من میفهم که بین دویمون شاید سرمخار شوند که خدافزی میکنی بله افسوس که صحبت زیاد است من همه رقم هندستون بشنم اما کمی وقت باعث میشه که امینجا خدافزی کنی بله بخیر دفعه دیگه کامندم فکر میکنم شاید ماه آگست یا سپتامبر اگه آمدم سعی باز پلان میکنیم بخیر گفت بسار گفتنی هاست بخیر انشاءالله حتما من خدمت دارم من میفهم برنامه های مختلف وجود داره روز او محدودی تلویزیون ها از بین رفته یک وقت تلویزیون ملی بود یک نفر به تلویزیون ملی کلیم میشد سلبریتی میشد امروز او زمان از بین رفته حالا کسی نیازمند به تلویزیون ملی نیست بله. هر کسی در جیب خود یک تلویزیون ملی بله. اما بله. امروز کسی که کار خوب میکنه بله. او میتونه که مطرح شود بله. من فکر میکنم که نام خدا دوستای زیاد خودم ما مختلف دارن در یوتیوب نشر میکنن بله. ما میخوایم که کمک کوری برخورد متفاوت داشته باشیم کمی بریم دمی قلب قصه ها بریم بله کمی از مختلف سوال کنیم بله. که متفاوت تر باشه هر وقتی که علاقه من بودین من خدمت هستم بله صحبت میکنیم ابی امی آهنگایی نیم شوانه ببینیم که ما سرش کب زدیم هر آهنگ از پشتر خود یک داستان داشته بله. امی موسیقی که علا بیاین که ثبت کنیم علا بیاین که آهنگ بسنوزیم علا بیاین که بریم در بازار یک چیزی برای عروس داماد بخوانیم یک چیزی یا مثلا برای یک محفل این چیزا قدر تاثیر زیاد نمی باشه اما قصه های جالبه که که انعکاس میت از زندگی شما را که چیزها سرتان تیر شده سختی ها و مشکلات مثلا مهاجرت یعنی گر از این منزل و ایلان در جوش مهاجرت ساخته شده آهنگ مسافر کل مردم فامیلا تیت پرک بوده هر کس مسافر داشت به هر گوشه دنیا هد کنده این آهنگ ها بسیار زیاد به قلب به سر قلب مردم بسیار تاثیر بکنه یا میکنه تو نیست که با او را به خاطر شهرت نام او چیز اونمو او احساس در وجود ما بوده این مشکلات ما تیر کردیم
ماتر نشده که مثلا دمای رمضان بشینیم خواندنای دینی بخونیم. حالا وقتی که حقوق زن معراجی و حقوق زن بخونه برزی که باش که مردم زیاتر ما رو ببینن. حالا راجع به وطن بیرق سیاه سبز بشینیم خواندن کنیم باش که کل مردم میدیات توجه نو آهنگای رو بخونیم که راستی گوینده داستان زندگی خود ما باشه او زیادتر تاثیر میکنه. میگه ابو گپ مردم قدیم که آواز که از قلب میخزه و قلب میشینه اون فرق چیزه دیگه. اونو فعلا از ما اون خط مرش زندگی می در قسمت اونر اینمی چیز بدن. یک نیو تشکر. تشکر روزگارتان بخیر. مهربانی من فقط بسان میخوام. تشکر بسان. تشکر. بیندو عزیز این بود برنامه ای هفته. آرزو دارم که موضوع برنامه صحبت های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه باز هم در خدمت قرار میگیرم همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداحافظ شما. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگران چه که روم خیل و فرزانه روم، دیگران چه که روم خیل و فرزانه روم، گرزی منزل ویران